لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. سلام آقا، شروع شده؟ شروع شده، بله. واقعا؟ بله، بفرمایید. چرا دیر اومدی؟ آقای ایوزی کجا بودین؟ چرا دیر کردین؟ دیر شد، بخشید، معذرت. بریم بریم زودتر ازش الان جبران میکنم. آقای ایوزی جانم، چرا درست راه نمیری؟ چطور مگه؟ اینجوری حجتون قبول نیست. شونه چپتون باید متمایل به دیوار خونه خدا باشه. الان این خط از شونتون رسم بکنم میرسه به ناکجا آباد نعوذ بالله. واقعا؟ بله. نه، این که بعد راه میرم مال پام دیگه، شست پام گرفت به این پله دم در. آقا یه دفعه تیر کشید تا کمرم اصلا داغونم کرد. اینم البته مسبوق به سابقه ای هستا. آقا ما جوون بودیم، چرخ نفتی داشتیم، نفت میبردیم دم خونه ها پخش میکردیم. یه روز از همین نفتیمون این تانکر نفت اومده بود نفت خالی کنه، یکی نبود به ما بگه خب به تو چه ربطی داره بچه. رفتیم بالای تانکر، اونجا هم نفت و روغن و چرب شیل بود. پامون در رفت چشت، روز بعد نبینه خدا نصیب گرگی بیابون نکنه. یه دفعه دیدم 14 رو هوام، همینجوری چرخیدم با کمر افتادم تو چوب جلو مغازه. ببین یک ماه خونه بستری بودم، مهرنگیز خانم عیالم ها من از این گوشکوبیده تشخیص نمیداد، لت پال شده بودم. خب اگر عذر شرعی دارین اشکالی نداره. آره عذر شرعی دارم، مریض که نیستم، کج را بودم، درد میکنه پام. بفرمایید آموزش رو دنبال بکنید. دست درد نکنه، شما عجز تو بردی البته، دست درد نکنه، خیلی متشکرم. حضرت هاجر فاصله بین دو کوه صفا و مروه رو در جستجوی آب 7 طی میکنه که اصطلاحاً در احکام و آداب حج به اون گفته میشه سعی بین صفا و مروه 7 شوطه. شوط اول از صفا آغاز میشه و شوط هفتم در مروه به پایان میرسه. خواهرها برادرها دقت کنید، تصور میکنیم که این سالونی که اینجا هست فاصله بین صفا و مروه است. اونجایی که شما هستید فرزند صفاست و حالا به طرف مروه حرکت میکنیم. همینطور من همراهی کنیم به اتفاق هم برویم. بین صفا و مروه فاصله هست که مستحب برای آقایان هروله کنن. هروله یعنی این که نه بدون نه راه برن، یعنی بین این دو. حالا همه بایستن، همه همینجا بایستن. حالا از همونجا برمیگردیم به سمت صفا، یک بار دیگه به سمت مروه با حالت هروله خواهیم اومد. بله.
خب برادر لطف کنن عقب گرد کنن. حالا به حالت هروله به سمت مروه حرکت میکنیم. بفرمایید. بعد از فتح مکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادن تا بت‌های سراسر در این مکان دفن کنن و این آیین مهمی در مبارزه با شرک و بت‌پرستیه و از مناسک مهم حج هم به شمار میره. همینجا بایستیم. هفت سنگ به طرف جمره که نشانه شیطانه پرتاب میکنیم. مستحبه که با پرتاب هر سنگ تکبیر گفته بشه. حالا برادرها چون اینجا سنگ موجود نیست، دوستان یه سری پارچه تهیه دیدن که به جای سنگ از اونها استفاده کنیم. به این هم دقت کنید که انجام فریضه در نحوه پرتاب سنگه. ممکنه برادری سنگو بندازه، سنگ باید دقیقاً پرتاب بشه به این شکل. حالا دوستان پارچه ها رو تقسیم کنن. آقای اجازه بده. میدم آقا میدم. قربان نیرو آماده. الو جانم جان بابا الان موقع زنگ زدن تو رو خدا کار داریم بعد موقع زنگ زدن دیگه بگو جناب آقای حاج رحیم آقا میخوام برات عدسی با کدو حلوایی بار بذارم حاج آقا رحیم کن من حاج فرزاد عوضی هم از این بعد حواستو جمع کن رحیم تموم باشه اله قبالا هرچی بگو ببینم تعریف کن اونجا الان چه خبره چیکار دارین میکنی حالا میام خونه توضیح میدم چیز خوبیه بسیار خوب پس نهار در خدمتی آره بابا دو ساعت دیگه خونم ببین کار دارم دستم بنده خداحافظ شما خداحافظ کی بود؟ کی بود زد؟ محمودم آقا ببخشید خب شیطون بود بزرگی رو نمیدی میزنی به من؟ معذرت میخوام عمدی که نبود حواسو جمع کن برادر من کاری نداره که بلد نیست شیطون سنگ بزنی نه نه بیا یادت بودم بلد نیست شیطون ببین آرامش خودت حفظ کن یه چشمت دیده ببند ببند آه میدی برمیگردی؟ آه اینجوری دستم اینجوری میکنی؟ اه اومدی رفت نشد نشد دیگه بده آه 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 منو داری؟ آه نگاه همینجوری آه ببند ببند ببین 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 ما این سابقه از ظاهرامون نداریم اگه دزدن قاتلن فراریان ما نمیدونیم وقتی گذرنامه میرسه از شما یعنی صاحبش مراحل انگشت‌نگاری رو گذرونده وقتی هم مهر ویزا میخوره پای پاسپورتشون یعنی هیچ مشکلی برای خروج از کشور ندارن ما در جریان این مسائل هستیم احتیاجی به توضیح نیست این طرف الان کجاست الان بین ظاهرا در حال آموزش یه لطفی بکنید بیاریدش اینجا بگین از سازمان حج اومدیم یعنی دروغ بگم شما راضی میشه من فعل حرام انجام بدم من که نگفتم کارمند سازمان حج و زیارتیم گفتم از اونجا اومدیم قبل از اینکه بیایم اینجا پیش پای شما با نیروها بله قربان حله حالا چه عرض کنم فعلا که در حال آموزشن حب کنید ای بابا نشو نداریم آه داشته باش دمپایی بیاد بالا شیطونی بسازم که این مرا دیگه پیداش نشه نها کنش آه نشونی گیرد دیدی جان من دیدی ندیدی نه ندیدی یکی رو نها کن یکی رو کن نها کن شیطون رو داشته شد من نگاه نکن شیطون رو نگاه 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 ارزه بدیم من یه بررسی بکنم خدمت میرسم بله بفرمایی با دمپایی یه لنگه هم کارم را میندازا دست درد نکنه شما همه شو زدی من هیچی نزدم دیگه آقای وزی جانم آقای وزی بفرمایی بیرون با شما کار دارم کی با من کار داره؟ میگن از سازمان حج اومدن خدا عالمه واقع؟ چقدر سخت آجا کنترل هیچ دائم میفته ای بابا دست درد نکنه خدمت شما باشه آقای ایوازی؟ بله امرتون بفرمایید فرشاد ایوازی ها؟
آره فرشاد ایوازی خودم هستم، بفرمایین. ببینم مطمئنی خودت فرشاد ایوازی هستی؟ یه جوری آجاقا سوال میکنین انگار یکی دیگه از فرشاد ایوازی. بنده فرشاد ایوازی هم، شما امرتون رو بفرمایین، در خدمتم. ایشون بازداشتن. مشکلی پیش اومده؟ چیزی شده؟ خودت خوب میدونی چی کار کردی آقای فرشاد ایوازی. کاری نکردم برو. یارینش. به جان خودم هیچ کاری نکردم، من گاوداری دارم، آبرو دارم واسه خودم. ای بابا. تو تا کارگر نمیتونی آقا بگیرن. یعنی چه؟ به شما میگن کارگر. خب بگیرینش دیگه. بگیرینش. الو. بگیری. شما کجایی کاری؟ نگرفتن قربون تو، برای گرفته بودن که اینجوری کله نمی‌کرد به طرف من. اه یعنی فرار کرده؟ فرار کرده دیگه. من فکر کردم چیکار کرده؟ فرار کرده. آقا بگو بنده خدا با فرار که کار درست نمیشه. بیا مشکلتو حل کن. بعد چه جوری به یه گاوه یا مشکلش حل کنه؟ شما کی هستی؟ من زارعی هستم، مدیر کاروان 710. این آقای ایوازی با این عمل زشتشون آبرو حیثیت کاروان ما رو برده. الانم که فرار کرده دیگه بدتر. لطف کن بگیم بیاد این مدارکش از این کاروان ببره آقا. ناسلامتیشون میخوام مشرفشم به خانه خدا. آیا وزیر از کجا فرار کرده؟ من چه میدونم، حتما از آگاهی دیگه. کدوم آگاهی؟ ای بابا من چه میدونم کدوم آگاهی آقا؟ الهی برید زیر خاک که بلد نیستید یه دونه گاو کنترل کنید. ای آقا ما وظیفه نداریم کسی رو کنترل کنیم. در ضمن درسته این آقای ایوازی خلاف کرده، ولی فکر نمی کنم دادن اسمت گاو به ایشون کار پسندیده باشه. خدا نگهدارم. مثل مالی و مالیاتی اینا من خیالم راحته، برای اینکه بار اول پامو تو داخل هم میذارم. نه والا، اما خب یه خواهش کوچولی از شما دارم. آقای همینجا بهش دستبند بزن، من میرم شعبه 22. حواست بهش باشه. البته نیاز نیست، ولی نه شما بدن بذار خاطر جمع باشه. دست در نه. من اسمم فرشاده، خدا بد نده شما برای چی آوردن اینجا؟ این اسم ما هم از بچگی قصه ای داره، فرشاد بوداشتن اسم ما رو، مدرسه که میرفتیم نه که اسمم فرشاد بود، یه اسم معادلی بچه ها میذاشتن سر ما بود اینا. هی به آقام خدا بیامرز گفتم خدا هم با شما رو بیامرزه. بابا این اسم رو عوض کن، من اذیت میشم بچه های این بر اون بر اینا. خلاصه یک بارم شده تو طول عمرش خدا بیامرز به حرف ما گوش نکرد که نکرد. اصلا تو رو واسه چی آوردن یه شی؟ با بنده این؟ آقای ایوازی پرونده یه نیم ساعتی طول میکشه. نه داداش خیالی نی، 50 سالش دفعه نیم ساعتم روش، ولی سفارش کنیم ما مقصد رسیدیم. دست درد نکنه. خیلی خوب. شما ایوازی هستی؟ آره ایوازی هم. فرشاد ایوازی؟ فرشاد ایوازی میشناسی؟ چه فرشاد ایوازیه؟ ای آقا رحیم ببین چه بلایی سرم اومده. نگاه کن کدوم بیاتفه این بلا رو سر تو برد. آخه عاشقای سینه چاکم بودن، چه میدونم بابا، اینجا مثل اینکه ویروس فرشاد ایوازی پخش کردن. تا شنیدم فامیل ایوازی ها کنن یا میخوان چهار دسته با تحویل هم بدن، یا مثل این یارو نخراب شده با صورت اومد تو زندگی. نگاه کن. آخ لو ندادی که آقا رحیم. نه بابا، مگه با بچه طرفی؟ خب خواستم مطمئن شم. من تو شرایطی هم که باید تو رو مطمئن کنم. پاشم بیشم. خیلی خوب دیگه، اسمتون؟ رحیم فرشاد ایوازی. رحیم باطنی کیه؟ رحیم باطنی من چه میدونم که اسمش آشناست ولی نمیشناسم. فرشاد ایوازی. فرشاد ایوازی. فرشاد ایوازی جانم. فرشاد ایوازی امرتون بفرمایید. فرشاد ایوازی خودتی؟ فرشاد ایوازی اسمت؟ فرشاد ایوازی. فرشاد ایوازی اینقدر تکرار کن که یادت نره. فرشاد ایوازی جانم. فرشاد ایوازی جانم. فرشاد خودتی اسمت؟ فرشاد ایوازی جانم. فرشاد ایوازی جانم. بازپرسی چش. بازپرس دستور تحقیقات جدید داره، فعلا میریم اداره آگاهی، اما تا پایان مرحله بازپرسی باید بری زندان. واقعا؟ آره. پس چی فکر کردی این همه پرونده داری؟ زندان چرا سرمان؟ من میرم در میخونه بیاد.
پرونده همش مال من بود. وا به خاطر تشریف بردنتون واقعا تشکر میکنم از اینکه به ما افتخار دادید در مزایده خرید دستگاه های اوتوماتیک شیردوشی تشریف آوردید. واقعا ممنونم. بنده فرمای مزایده رو تنظیم کردم که خدمتون تقدیم میکنم. جناب حاج آقای عزیزی، جناب حاج آقا رحمانی، آقای باطنی، جناب حاج آقا تهرانی. آقا شما حج مشرف نشدین؟ جناب حاج آقا کریمی. چطور مگه؟ هیچ دیدم همجوری خوشک خالی گفتن آقا. جناب حاج آقا نه رمانی. قسمت نشد، یعنی توفیق نداشتن. توفیق نداشتی؟ جناب حاج آقا شما بعید آقا رحیم. شما که ماشاءالله استطاعت مالی خیلی خوبی داری. جناب حاج آقا نه. حساب کتابتون هم که درسته. جناب شما حاج آقا دیگه چرا؟ شما دیگه چرا برادر من؟ جناب حاج آقا زندی تفاوت داره آدم و حاج آقا صدا کنن تا بگن آقا. شما که مال و منو داری مطمئن باشید آقا رو هم برای خالی نبودن عریضه میچسبونن. اول اسم توشید آقا رو هم برای خالی نبودن عریضه میچسبونن. اول اسم صاحب مکنتی شما دیگه چرا برادر من؟ جناب حاج آقا شدی؟ جناب حاج آقا از یه جمع 30-40 نفری فقط من یکی آقا بودم. همه حاج آقا انقدر بهم برخورد. این مسئول حسابداریشون گفت که آقای رحیم باطنی هیچی دیگه نداره حاج آقای ماج آقای دنگشم یه چیزی بهش بگم. دیدم حرف درستی میزنه، تقصیر نداره که. تو میدونی بدهید چقدر به دارایی آقا رحیم؟ چقدر؟ 487,364,053 تومن. و شیشه دروغ هم چیه؟ بیا اینطوری که بهتون ویزا نمیدم، ممنوع الخروجی. اوه من این حرفا حالیم نیست. ببین شیتیل شده زیر میزی هدیه است، هر چیه میدی اینا رو صاف میکنی. به هر قیمتی شده من باید حاج رحیم بشم. تموم شد رفت. برو دارش کن. یادداشت بفرمایید پلاک ثبتی 717-41-35 45 میلیون ریال. پلاک ثبتی 717-41-36 معاف از مالیات. پلاک ثبتی 717-41-37 300,000 ریال. پلاک ثبتی 717-41-38 2,700,000 ریال. بله پلاک ثبتی 717-41-38. چی شد این پرونده شما؟ پرونده هم خراب شد. الان درست پلاک ثبتی 717-41-39-300-050. آقا وقتی میگم 300-050 یعنی 300,050. اینجا اکابر نیست که، شما خود باید بهتر بفهمید. قربان پرونده حاضر شد. بفرمایید. آقا اجازه بدید. چشم. شما اصلا حضوری باید تشریف بیارید و آمار تحویل بگیرید. این کار تلفنی انجام پذیر نیست. آقا جون یه شماره بالا پایین بشه حیثیت چندین و چند سالمون میره زیر سوال. خداحافظ شما. چرا 2 دقیقه اجازه نمیدید آقا؟ شما یه چیزی بفهمید آقا. آم نگفتیم که مزاحم وقت شریفتون نشیم. چه بود؟ صفحه اول ورق بزنی؟ ملاحظه کنید پرونده رو. صفحه اول. یا تو پرونده جا گذاشتید؟ پرونده؟ نه این چیز نیست. جا نذاشتیم. بفرمید بفرمید. بله جا گذاشتیم ولی عمدیه. برای من؟ قابل شما رو نداره. حالا چقدری هست؟ ناقابل 5,000,000 تومان. مال شما. خنج 5,000,000 از حسابتون که کم بشه 482,364,530 تومان و 6 ریال باقی میمونه. بابا جون ما فقط یه بار میخوایم از کشور خارج شیم. این همه پول از کجا بدیم؟ مالیاتتون رو به موقع پرداخت نمیکنید رو هم تلمبار میشه. حاتم تایی هم اگر باشه دلش رضایت نمیده همچین پول قلمبه یا یه جا پرداخت کنه. 50% بدهیتون میشه 243,628,026 تومان و 8 ریال. 5,000,000 دادی الباقیش هم بدید تا اجازه خروج دائم براتون بگیرم. 50% بقیه‌اش هم براتون قسمندی میکنم. 238,628,260 تومن و 8,000. خب نصف گاواتون رو باید بفروشیم. نصف گاوا رو بفروشیم با چی زندگی کنیم؟ هیچی دیگه، برای همه میگم تنها راش همینه. بفرمایید حاضره. بذارش ببینم بذارش ببینم. اون وقت ما با این پاسپورت و گذرنامه جعلی بریم ویزا بگیریم ته این کار وجدانن درسته؟ خب اینجوری بدهی تو به دارایی نمیدی؟ سفر حجت هم میری دیگه. اون حج وقت مورد قبول خداست داره؟ شما مگه دنبال قبولی و مردودی حجتی؟ میخوای سفر بری سر تو بتراشی مردم حاجی حاجی صدات کنن.
خب ما با این بدبختی میریم هر یه موقع ثوابشو برای این یارو فرشاد ایوزی ننویسن. آقا یه سوال، این آقای فرشاد ایوزی چه کار است؟ آژانستونه، رفیق فامیله، چه کار هستش؟ فرشاد ایوزی؟ فکر کنم مرده، فکر کنم اصلا همچین موجودی تو ایران زندگی نمی کنه. دوست فامیل کدوم آقا رهی؟ همینجوری که نمیشه بابا، این فرشاد ایوزی تو دست انداز نندازه ما رو یه موقع. فرشاد ایوزی؟ فرشاد جانم، فرشاد منم، امرتون بفهمه. چطوری؟ امروز میخواست قاضی برام حکم صادر کنه، با بدبخت خودمون رسوندم اینجا، پروندهمو انداختم عقب که بتونم ببینمه. برای چی؟ که بهت بگم اونی که دماغتو اینجوری کرده پاد برسه زندان، رگ گردنتو زده، شاغلامو میگم. برای چی میخواد این کارو کنه؟ مگه من چیکار کردم؟ بابا سر قضیه داداشش خیلی خونی از دستت. شانظرم شانظرو دارم میگم، همونی که سر فروش برج العربی لو رفت. برج العربی رو فروخته؟ فروخته چیه؟ فروختی؟ گرفتی ما رو؟ عجب نه کسی هستی تو. من فروختم؟ به کی فروختم؟ ببین اصلا تو کی هستی؟ با من چه کار داری ها؟ منم ساسی ریزه. کارتو با تلفن راست و ریست میکردم، صدامو تغییر میدادم، میگفتم الو، اگر با ساسی کار دارین این تلفن واگذار شده، یادت اومد؟ ببین من حوصله ندارم، حرف حساب چیه؟ با من چه کار داری ها؟ من فقط به عشق خودت اومدم بگم در خطری، وگرنه قرض انجام وظیفه بود، خود دانی. بشین آقا ساسی، این یارو گفت چه کار کنم که این گردن کلفته اذیت رای گردنمو نزنه؟ چی بود اسمش؟ شاغلام. آهمین. ببین به قاضی بگو وقتی حکم برید برات بندازتت بند هفت، اونجا ما اونجا هستیم، هوا تو داریم، یه چیزی هم ازت یاد میگیریم. واقعا؟ پاشو. بله پاشو، قاضی منتظره. واقعا سیگار میخواستم بگیرم. بند هفت بیام. با این کاری که رحیم داره هر چی من بشورم بسابم بروبم بازم خونه بوی گاوداری میده. من همچون لباسامو عوض میکنم، من عجیبه. ساعت تا از این شیشارم رو خودت خالی کنی فایده نداره، برای اینکه بوگاو بهت مونده. محل کارمونه دیگه، تقصیر من نیه. ده همش تقصیر توه، رحیم که اینه بچه ساده است، تو باید حواستو جمع میکردی، راه و از چا نشونش میدادی. و اگه این کارو نمیکرد که نصف گاوداری رو باید میداد بره. خب از این آبرو ریزی که تو در همسایه راه افتاده که بهتر بود. شما قصه نخور، خودت هم ناراحت نکن مهرنگیز خانم، من قول میدم از اونجا درش. لازم نکرده تو دیگه کاری بکنی، هم که فرستادیش پشت میله‌های زندون، برای پشتش بسش. مامان تقی چه گناهی داره بابا؟ اگه ریگی تو کفشش نبود دایم بلا سرش نمیومد. بریم. بریم. غذاتون وقت زیاده، شما تشریف آوردی دیگه، کی به قضا اهمیت میده؟ بفرمایید خواهش میکنم، با اجازهتون. بابا من به کی قسم بخورم جناب؟ من ایشونو بار اوله دارم میبینم، نمیشناسم، داره دروغ میگه. این مدارک داله بر اینه که این خانم فرشته حسابی همسر شما. چرا هاشا میکنی ایوازی؟ ایشون برای کمک به شما اومده، میخواد از مخمصه‌ای که گرفتار شدی نجاتت بده. بده؟ باشه. ببخشید جناب. ببین مشکل تو به همین راحتی ها حل نمیشه، یه سری شاکی داری که باید رضایتشون رو بگیریم، باید با من همکاری کنی. واقعا؟ بسیار خوب، شما فقط بفرمایید منو که اینجا خلاص میکنه. همین رو ببین. به همین زودی، خیلی زود. ببین جناب، ایشون قبول دارن یه سری اموال رو تصاحب کردن که باید به صاحبشون برگردونن. نه ببین همینجوری تو قرار، الان شما یه چیز دیگه گفتی ها، اونو بگو. من اصلا من اموال کیو بالا کشیدم؟ اصلا به من میاد؟ فکر میکردم بتونم کمکی بهت بکنم، ولی مثل که تو سر عقل نمیخوای بیای ایوازی. ها ببرنش آقا، ببرنش. آخه بابا من که شوخی نمیکنم، این زن من نیستی خانم. بابا از چشاش رزالت میباره، یا میخواد اخاذی کنه یا میخواد سرکیز کنه. بابا من این کاری نیستم. آقا جناب شما بیان ببینید، یه خانم اومده. بابا من که زنم باشه میگم زنم، مریض که نیستم که، هر کی میگم گوش نمی. تو رو خدا شما، من معذرت میخوام، من چیکار کنم؟ بفرمایید بفرمایید. بفرمایید بابا، این خانم من بار اوله دارم. یا آقا خانم اومدن با شما کار دارن. بگو بیرون باشن تا کار این پرونده تموم بشه. بعد اتفاقا در رابطه با همین پرونده ایوازیه. بگو بیان تو. بفرم. سلام. سلام عرض میکنم. ببینم شکایت دارین یا میخواین اطلاعاتی راجع به این آقای ایوازی بدین؟ شکایت خیر، ما نگرانشون بودیم، گفتیم ببینیم وضعیتشون چی. نسبتی با ایشون دارین؟ نه خیر، ایشون نسبت داره. من دخترشون هستم، ایشون هم تو گاوداریمون کار میکنن. این خانمو میشناسی؟ نه. باید بشناسم ایشون؟
اگه دختر آقای عوضی باشی باید بشناسی که. ایشون کی باشن؟ من همسر آقای عوضی هم. همسر پدر من؟ من نمیدونم پدر شما کیه، ولی من همسر آقایی هستم که پیش پای شما دستبند زده تشریف بردم بیرون. شما حق ندارین در مورد پدر من اینطوری صحبت کنی. پدر من این آینه پاکه، این آب زلاله، این برگ گل لطیف و مهربونه. فقط یه مشکل داره، اونم که ساده است. خواهش میکنم عصبانی نشین، آروم باشین. شما این مدارک رو ملاحظه کنین، به واقعیت پی میبرین. ضمناً پدر شما تایید کرده که این خانم همسرشون هستن. پدر شما که آدم ساده ای نیست، یه نابغه است. از نابغه هم هر کاری بگی بر میاد. تجدید فراش برای کسی مثل پدر شما عین آب خوردن میمونه با این همه نبوغ و استعداد. تقی دنبال من بیا با اجازه. خداحافظ شما. بله بفهمید. الان مامان تویی؟ بله خودم هم. میخواستی کی باشه؟ چشمت روشن. بعد از 30 سال زندگی هرچی بافته بودی تو یه روز پنبه شد رفت پیه کارش. مگه چی شده؟ خوب موز زحمتاتو دو دست گذاشت کف دستش. کیو داری میگی؟ درست حرف بزن بفهمم چی داری میگی تو؟ کی؟ بابا. مگه بابا چی شده؟ قراره چی کار کنه؟ سرت هوو آورده، اونم به چه دکلی؟ هوو؟ بله بله، اسمش هم فرشته است، فقط دوتا بال کم داره. مامان قربونت برم، خودتو زود برسون اینجا، وگرنه بابا رو برمیداری میبره، یه ذرهش هم برما نمیذاره ها. من الان دارم میرم دنبالش ببینم کجا زندگی میکنه، خونهش کجاست، چی کار است. فرشته. آره آره، تو خودتو زود برسون. خدافظ. تو کی هستی؟ ما آقا فرشاد عیوزی هستیم قربان. میدونم فرشاد عیوزی هستی، ولی چرا اینقدر دروغ، کلک، پشت هم اندازی؟ از این همه جرم و جنایت چی نصیبت شده؟ چرا فکر میکنی همیشه آفتاب پشت ابر میمونه؟ آقا ما هم چه فکری نمیکنیم، ما کاری نکردیم. به خدا شرمم میاد گزارش پرونده تو بنویسم، از بس عجیبه، سنگینه، خفت آوره. هیچ میدونی تو الان به خاطر کارای تو چند تا خانواده اصلا پاشیده شده؟ چند تا جوون رفته زیر خاک؟ چند تا وکیل بیکار شدن تو این شرکت ها و کارخونه ها؟ واقعا؟ دروغ نگم، تو الان بالای 1 میلیارد شاکی ها تمر باطل کردن تو این دادگستری و دادگاه ها و شعبه های قضاییه. آقا شرمنده، من برای این همه آدم درسر درست کردم، اونم آخ. بیا تا اتفاق بدتری نیفتاده اعتراف کنه عوضی. حرفی نی استاد، من اعتراف میکنم، بحثی نی، ولی آخه واقعا چی بگم؟ شما بگید من بگم چی بگم. احتمالا قاضی تا پایان دادرسی میفرستد زندان. اگه قرار ببره دیگه از دست من کاری ساخته نیست. آقا ما یه تقاضا میتونیم از محضرتون داشته باشیم؟ چی میخوای؟ اینکه بزرگواری کنید بین همکارانتون سفارش ما رو کنید، من بیافتم بند 7. چرا بند 7؟ من فکر می‌کنم مناسب بند 7ن بیشتر، یعنی آدمای فرهنگ منیش داره، خوبن، همچین هوای خوبی داره. حالا شما زحمت بکشید، مخلص شما هستیم، جبران می‌کنیم. همه پرونده‌ها رو بررسی کردم آج خانم. پرونده‌ای به نام رحیم باطنی ما نداره. آخی نامردی اسم دیگه هم داره، هرچی فکر میکنم یادم نمیاد این اسم مردشو بردشو. ببینید اگه اینایی که اینجا پرونده دارن اسماشونو بگین، من به گوشم بخوره بهتون میگم کدومشه. خانم میدونه چند تا پرونده ما اینجا داریم؟ سرکار همین امروز آوردنش، مال امروزی هست. طرف چیه؟ یه روزگاری جزو آدم ها بود سرکار، مهربون بود، خانواده دوست بود، قبل از اینکه هبو سرم بیاره. منظورم اینه که شاکیه؟ خودشه. متشاکیه؟ همونه. خانده است؟ خودشه. خواهانه؟ همونه. مجرمه؟ همینه، مجرمه. مال باخته است؟ آخه چیه؟ چیه؟ خود نامردشه سرکار. صحبت نکنم رحیم، این چه روزگاری که بر من درست کردی؟ ها؟ بله. شنیدم سر من هوا آوردی. این فرشته خانم که میگن کیه؟ من در این خصوص کسی رو نمیشناسم. خوبه خوبه، تا
تو خودت به اندازه کافی کج و گله هستی، دیگه نمیخواد دک و لوچتو اینطوری بر من چپ و چله بکنی. مرد باش، حرف بزن یه کلام. خانم تو مثل خواهر من میمونی، ولی من فکر میکنم یه اشتباهی شده. هیچ اشتباهی هم نشده. فتانه مگه کوره؟ خیلی هم حواسش جمعه. با دو تا چشم خودش این فرشته خانومو دیده. خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام خانم. من معذرت میخوام؟ حالا دیگه من شدم غریبه، شدم خانم به جای مهرنگیز؟ این چه طرز حرف زدنه؟ جناب ببخشید، دست منو بستین، دهنشون رو باگذاشتین. بابا من ایشون نمیشناسم، اینم حالش خرابه، منو ببرین دیگه. من حالم خرابه؟ حال خودت با هفت جند آبادت خرابه. الهی که هر روبت بشه اون 300 زحمتی که تو خونت کشیدم. الهی که تمام گاوات امشب سقط بشن، فردا بیفتی به خاک سیاه. الهی هر لقمه‌ای که میخوری بشه زهر ما. آروم باشین خانم، خواهش میکنم آروم باشین، خودتون کنترل کنین. درسته که با احساسات شما بازی شده، ولی جای شکرش باقیه که فهمیدین با چه آدمی زندگی میکردی. این فرشاد ایوازی که ما میشناسیم هر کاری ازش برمیاد. شاید همسرای دیگه هم داشته باشه. همسرای دیگه؟ بعید نیست. جناب آقای سرکار، این آدم اصلا فرشاد ایوازی، ایوازی اون که شما میگین نیست. این رحیمه، رحیم باطنیه. 30 سال آزگار، از وقتی اومده خواستگاری من دارم باش زندگی میکنم. حالا کم یا زیاد بالاخره 30 سال من باش دارم با آبروداری تو اون محل زندگی میکنم. بعدشم اینی که اسمشو کرده عوضی برای اینه که میخواستی بره حج، میخواسته از مالیات دولت فرار کنه. قضیه اینه. شما ساده ای خواهر من، این فرشاد ایوازی سالهاست داره خلاف میکنه، ولی کسی چهره ای واقعیشو ندیده. ولی جناب سرکار، این رحیم به اون بدیایی هم که شما میگی نیست. این زن گرفتنشه که خیلی بده. من درکتون میکنم، احساساتی شدین، نمیخواین زحمات 30 سالتون هدر بره، ولی با شهادت شما و با آوردن اسم وایی به نام رحیم باطنی، جرایم این آقای فرشاد ایوازی پاک نمیشه. مددجویان عزیز، مددجویان عزیز، گوش کن عزیزم، لطف بفرمایید تشریف برید تو اتاقاتون. خیلی متشکرم. یعنی 10 شماره که میشمرم هیچ کسی که تو کوریدور نباشه. خیلی ممنون. بفرمایید. آوردنش. بشمار. 1 فرشاد وزیر آوردن. 3 سسی کجا آوردن؟ آوردنش همینجا. اینجا؟ ببین، ببین منی کوکو، ایوازی بود، ایوازی، ایوازی گرفتنش و بردنش اینجا. آره دیگه. باز کن. آقایون همه برن داخل. خواهش میکنم سریع آجون بفرمی داخل دیگه، چه نگاه میکنی منو؟ بفرمی، بفرمی، خواهش میکنم بابا جون یه کمی سریع تر لطفا. مرسی. ما دیگه یه مطلب و 20 دفعه از حضورتون استفاده نکنیم دیگه. خواهش کردم. بفرمی بیا دیگه. عزیز جان من با شما هستم. بفرمی، بفرمی. سلام. شما آزادی همتون. سلام. سلام. ببین جانم، تا وقتی بهت اجازه ندادن از هواخوری خبری نیست. چشم. بهتر خودتم به در دیوار نکوبی، آروم زندگی تو بکن، محاله بتونی اینجا فرار کنی. کی حرف فرار رو زد برادر من؟ میخوام بگم بابا اینجا تنهایی دل آدم میپوسه. خب ما آدمیم، گناه داریم، همین. فرمایشی دیگه نداریم؟ ای بابا بهش برخور. سلام عزیزم. سلام از ما. بیبریم، بیبریم، بیبریم ولش کن، بیبریم. چیشون اینا؟ بابا گیر دادی تو، چی میخوای خواهی؟ ای بابا خدا شفاتون بده. دیوونه خونه هست یا زندون اینجا؟ چون امین آباد اومدیم ها. خدا عاقبت هم منم به خیر کنه با شما ها. بابا نفته
جوونیم رحم کن. التماست میکنم. بزن بچه دختر 8 سالم تو خونه منتظر تا باباش بشه دست نوازش به سرش بکشه. بدایتون سر. کافی نی. خب چیکار باید بکنم؟ باز قانون مالیاتو برداری. برمی‌دارم. هر چی شما بگید. چش. بازم کافی نی. دیگه باید چیکار کنم؟ با تو همکارات 6 سال بیان زندون مهمون ما باشین بفهمین ما چی می‌کشیم. باشه. میریم. چش. پش می بلا ولی بازم کافی نی. دیگه باید چیکار کنم؟ آها قربون آدم چیز فهم. بعد اینجا رو آتیش بکشیم. دیگه پرونده باقی نمونه. هی سرک بکشیم. مالیات بیاد روی مالیات من بیچاره بشم. گیرت اومد چی گفتم؟ شما صاحب اختیاری. هر کاری دوست داری بکن. جانم. حالا شد ساسی امر آقا شاغلان جونم چشم شاغلان چیز همون دادنه نبوده حالا کارتک بریم دنش بریم آتش آتش کمک جمع شدیم که چی بشه ها؟ هرچی اسم ماهای عربی بوده دور خودش جمع کرده اما خودش به اندازه یه بند انگشت از مشیگری بوی نبود یعنی چی که هرچی اسم ماه عربی جمع کرده دورش؟ من رجب تو رحمان خودش هم رحیم دیگه اسمایی که میگی اینا اسمن اسم معمولی هن اسم ماه نیست نمیخواد سوادتو برخ من بکشی خدا رو شکر تو همین الان محتاج هیچ بنی بشری نبوده قربت نگه دار بچه بالاخره هرچی نباشه هنوز پدرته پدری کرده در رقمش میگم پدر یا آقا رحیم یا حاج آقا رحیم 3 سال ندیدمش اینجا ببین عکس منو میبینی هر موقع هم که خواسته یه کاری بکنه یه دروغ و درنگی توش بوده الانم خورده بگیر که ما اینجا دور هم جمعی غیر از اینه آبجی مکرم شما بفرمایید به نظر من اول باید مسئله تجدید فراش پدر روشن بشه اگه این مسئله حقیقت نداشته باشه که ما حاضریم جونمونم واسش بدیم اما اگه حقیقت داشته باشه من دیگه نمیتونم تو روی امیر خان نگاه کنم امیر خان چی کاره است؟ یعنی چه امیر خان چی کاره است؟ اگه از این مسئله بویی ببره جری بشه سر من هوو بیاره جواب در به دری من و بچه هامو تو میدی؟ چی؟ شلوغش نکنی شلوغش نکنی ما یه خانواده ایم اگه قرار بود زن بچه‌مون بفهمن که رحیم چیکار کرده که الان اینجا دور برامون میلولیدن ما باید خودمون تنهایی قالی قضیه رو بکنیم یه جوری هم باید بریم جلو که آب از آب تکون نخوره خب راهش چیه اول تحقیقات در مورد فرشته همین فرشته کیه ماما ببین اینا دیگه کیه زن باباتونه خب پس اسمش فرشته است فرشته مهرنگیز خوبه خوبه اسم فارسی هم هست آقای عوضی این چه بازی سر ما را انداختی؟ آقا شما 2 ساعت نیست پا تو گذاشتی اینجا از اینجا خوشت نمیاد؟ خب بگو جا به جات کنیم آقا شما که خودت میخواستی بیای تو این اندرزگاه چه وضعیه؟ چرا اینجا رو آتیش زدی؟ به جون عزیزت اینجوری نیست دست بردار آقا والا ما تو این چند ساله اینجا یه دعوای ساده نداشتیم چه برسه با آتش سوزی؟ من با اشتباه به ارزم رسوندن چی رو اشتباه به ارزم رسوندن آقا؟ چی رو؟ یعنی میفرمید کار بنده است؟ یعنی من با یه پیت نفت از آسمون اومدم اینجا رو آتیش زدم بله؟ ببین آقای عوضی جان یه نصیحتی بهت میکنم آویزه گوشت کن بفهم اینجا جاییه که وقتی پاتو گذاشتی توش باید به وجدانت رجوع کنی همینجا رو می‌فرمایی؟ بله همینجا تو سکوت این اندرزگاه تو خلوت این اتاقا باید به انسانیتت فکر کنی
این تنها راه نجاته. برمیگردم، حرفی نیست، ولی اینجا رو من آتیش نزنم به جون مادرم، من این کارو نمیکنم. بابا آدم شاخی که روش میشه. این شیشه بنزینی یه گوشه اتاقت خاک کن. یه وقت میام اتاقمون میگردن چرت میشه. کشیدم بدم میاد. وقت میام اینجا که خودم زندگی میکنم آتیش بزنم. جناب میخواستم اگه اشکال نداشته باشه آقا فرشاد تشریف بیارم اتاق ما. ایشون میدونم با من چه جوری تا کنه. بعدم نمیگه اگه اجازه فرمایید من برم خدمت آقا ساسی اینا. هر اشتباهی کنه به پای تو نوشته میشه ها. ایشون من محترمه که اشتباهی نمیکنن. شما نمیدونید چه جواهری اینجا اومده. پویا تجربه است. آقا جبران میکنم. قربون شما. حالا اگه اجازه بدید من برم اینجا. اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. واقعا؟ یالا را بیافت. خیلی متشکرم. بچا برید پشت تخت وقتا. برید شما بفرمایید. برو دیگه. بفرمایید. ببخشید من جلو میرم. دست دارم. آقا قابل نیست بفهمم. برو تو آقا. به 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 دست شما درد کنم. دور از اون دور از اون شما خودت جای ما زندونی. لذت نمیبری. آقا ساسی هم هست که حوصله‌مون دیگه سر نمیره. دست درد نکنه. همینجا خوبه؟ خوشت میاد؟ خوب مال دو دقیقه حرف نداره. نگاه کن تو رو خدا. خودت گفتی خوبه ها. آقای وزیر من فردا دیگه عذر و بهونه قبول نمیکنم ها. بابا شما هم هی رأی ایشونو بزن. دو روز مهمون ماست دیگه. بابا شما فکر میکنی ما کجا بزرگ شدیم؟ ببین من با گاو و گوسفند نصف عمرم تو... خیلی خوب بابا. خیلی خوب. خیلی خوب. ببین منو دست درد نکنه. دست درد نکنه. دست تو هم درد نکنه. من جبران کنم نمیدونم چه جوری. اهل جبران نیستم ولی بارش کنم. خود جای اومدی. مهمون مایی. سلام عرض کنم برون. به به. آقا فرشاد خوش اومدین. یه چیزی جا گذاشتم. بذار برام ببین به نفع دوتامونه. الان چیکار می‌کنی؟ یه چیزی جا گذاشتم. خواهم حرف بزنم. چه حرفی؟ میخوام بدونم تو با داداش نازنین من چیکار کردی؟ من حرفی ندارم با شما بزنم که. نباید بگی؟ بیان کن ببینم کاره چیه بگی؟ چیکار داری؟ نه بابا باید به من بگی؟ داد نزن بابا من یه آدم که یواش جون مادرم جناب شهرون داد بیزنی صدا تو بیار پایین جون مادرم من نمیشناسم این آدم شما میگی بابا من نه صدا تو بیار پایین بیار پایین جون مادرم من نمیشناسم این آدم شما میگی بابا فقط منو بزن بعد میگی برداشت من چیکار کنم کاره کمک صدا تو بیار پایین بریم شما این هستم ممنون بدن خب ول کن دیگه وایسا کنار هیچی نکن چی شده آقا؟ چه خبر اینجا؟ نمیدونم چی شده بفرمی خواهش میکنم باز چه خبره؟ این چه وضعی اینجا را انداختین؟ این اینجا بخواد بمونه جای من اینجا عوض کن این دیوونه است بابا باز میگه آقا جای من عوض کن قاطی داره اصلا نمیدونم داشت چی کار میکنم چی شده؟ چی شده آقای وزیر؟ از من بپرسین شما که گذاشتین رفتین کلهشو محکم میکوبید تو این دره اومدیم جلوشو بگیریم رفته اون بالا کلهشو میکوبید تو دیوار و اون تخت و دیوونه است آقا دروغ به جون خودم اینا دارن دروغ این حالیش نیست کلافه کرده منو جون مادرت بس دیگه بس نمیخوام چیزی بشنوم من اصلا دیوونه من گرفتار من اصلا دیوونه منو بنداز همونجا بذار اونجا بپوسم تو رو خدا منو بنداز اونجا دست اینو نجات بابا بابا این رسما کدنه بیا پای برو پای ها برو آروم 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 بد نیست سلیقش خیلی خوبه تو این شرایط الان وقت شوخیه هنر فتونه رو میگم آقای با کلاس چرا بعد برداشت میکنی؟ نکن چه عکسی گرفته نکن واضح و بزرگ با سلیقه هستی بیا چی میگی مادر؟ میگه خدا از بابا نگذره عجب خونه ای هم براش گرفته ببینم تو مطمئنی رفتی این خونه؟ بله از آگاهی تا اینجا ازش چشم بر نداشتم مادر جان او روسری رو از جلوی دهنت بردار بفهمیم چی میگی خب بابا این بو اذیتش میکنه دیگه ای بابا داشتم این پوستا رو میواردم کارخونه واسه دباغی که احضارم کردی چیکار میکردم؟ این داختم شون کف خیابون؟ صد بار بهش گفتم بابا این شغل کثیف رو بذار کنار بیا مثل آقا با هم چرم وارد میکنیم به خرجش نمیره که کار باید تمیز باشه اولا نمیخواد تو این هیرو بیر تو هم کارت به رخ ما بکشی باشه شما برادر بزرگتری من به احترامت چیزی نمیگم اگه نخوای احترام بذاری مثلا چیکار میکنی؟ سکوت میکنم که از صد تا حرف نامربوط برم بزنم چی میگی مادر؟ میگه خیلی مسخره الان موقع این حرفای بی خودیه
اون قبلی چی بود؟ گفت به جای این چرت و پرتایی که میگین بلند شین بریم تو این ساختمون یه تحقیقی بکنی. کجا؟ من عقلم نمیرسه برم تحقیق. بفهم دنبالشین فلنگو بسته. بشین. بابا من به تحقیق کاری ندارم. من از این بو خفه شدم. برم بیرون یه هوایی بخورم. خیلی با همین دور و بر باشم. وایس منم بیا. آره منم بیا. از این وکیل دوزاریا نگیر گرفتاریمو بیشتر کن یا ببین دو سه برابر خرج کن رو حساب کتاب با قاضا ولی خرج کن بذار نتیجه بگیری. چش آقا هر چی شما بفرمایید. هی چش چش کردی منو بیچاره کردی. تو هر کاری هم پا گذاشتی منو بدبخت کردی. خاک عالم تو سرت. آقا رحیم انقدر رحیم رحیم ننداز زهره مار. مگه نمیفهمی کجایی؟ خب من کجا میدونستم که یه وضعی اینقدر عوضی در میاد. به جان عزیزت آقا فرشاد من تو کار این یارو موندم. یه پول آباد پشت سرش نذاشته. من هر جا میرم یه پدر کشتگی باش دارم. خیلی خب نمیخواد واسه من سخنرانی کنی. ببین من دو روز اینجا بیشتر نمیتونم دووم بیارم. بیچاره میشم. غیر از این باشه پته تو و اون جعال عوضی که با اسم ایوزی گذرنامه عوضی واسه من جل کرده رو میریزم رو آبا. گفته باشم دو روز؟ دو روز. بجومید دیگه. یه زرتون تر برو. باز بده دیگه. رجب برو دیگه. رجب برو دیگه. این چه دار مونه شکلش. خودش همین بود. خودش برو دیگه. دارن دست همه. ای بابا بابا رفت. مامان گفتم واسه خودش دکلیه ها. را رفتن هم برم. مامان این بابا سلیقه نداره. برو رجب. مامان شانده. حالا کجا داره میره؟ برو رجب برو آها برو همینجا بغلش برو بیچی تو کوچه دیدم پیشت خیلی خوب خرم میگم برو تو کوچه برو همین الان منو ببینه میشناسه ها مش میکنیم الان بابا تقصیر اینه دیگه این نشسته اینجا بغل من حرف میزنه بیب شد این دو چه رفت هوا خیلی بیورده بابا یه زد تندتر میرفتی خب ای بابا نمیتونستم که بیام نزدیکش که اگه امیر خان بود الان پیداش کرده بود تام کشتی ما رو با این امیر خانه پس که این بچه های من بیورده مامان اومد مامان منو نبینه منو ببینه میشنسته ها خودشه خودشه ای 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 مگه خودتون خانواده ندارین؟ پشت سر من راه افتادین که چی؟ چرا خانم محترم اتفاقا همشون اینجا حی حاضر تشریف دارن واقعا که خجالت آوره این مدلیشو دیگه ندیده بودم ببخشید چه مدلیش خجالت آوره این که خانوادگی بخوایم واسه مردم مزاحمت ایجاد کنیم فکر کردی همه مثل تو هم که مزاحمت سرشون نشه بله ولی بود درد بی درمون نکبت شوهردوز فهمیدم شما خانواده فرشادی نه تو هم افسانه خانومی تو هم رجب دباغ شما که یه ذره با کلاس میزنی رحمانی قطعا شما هم مهرنگیز خانومی ببخشین فتانه خانوم تشریف نیاوردن چرا؟ منم تشریف دارم شما خوب هستی؟ واقعا که فتانه خانوم توقع نداشتم پشت سر من را بیفتی خونوادتو بیاری برای جاسوسی خونمو یاد بگیری آخه چرا؟ مگه من چه گناهی کردم؟ بد کردم زیر پروبال پدرتون رو گرفتم؟ من با علم بر این که میدونستم خونواده داره وارد زندگی شدم حتی من میدونستم تو زندگی شما به اسم رحیم باطنیه اما چه ایرادی داره؟ آدم ها هر جوری که دلشون میخواد میتونن زندگی کنن اما به شرطی که واسه کسی مزاحمت نداشته باشن من واسه شما مزاحمت داشتم اون وقت شما توقع دارین چند سال زندگیمو بیخیال شم و برم من اون مردو دوستش دارم اون زندگی منه سهم منه همسر منه واقعا زن هنرمندیه ها چطور؟ فیلم زیاد میبینه واقعا کجا فهمیدی؟ جمله آخر سخنرانیش من تو فیلمی که هنرپیشه‌شو خیلی دوست دارم دیدم میگه این سهم منه حق منه عشق منه من طلاق نمیدم الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد صل علی محمد اللهم صل علی محمد قبول باشه قبول باشه قبول حق باشه دیگه نمیخوای تموم شد بله دیگه ظهر و عصر رو خوانده
نه منظورم اینه که مثلا نمازی، همین نماز واسه وحشت و زلزله. الان بچه دور همیم خیلی خوبه. ما چه وحشتی نمیبینیم، زمین لرزیده، چیزی شده. شما خودت ترسیدی؟ نه من که برای چی بترسم؟ میخوام منظورم اینه که آقا ببینید یه چیزی نماز قضا، نماز قفلی چیزایی بخونیم الان. شما به ما نماز قضا رو فرادا بخون. نه میخونم به رو چشم. مطمئن میخوام بگم ببین این بندگان خدا ماها گناه زیاد کردیم، همچین مفتی که خدا نمیگذره که بیشتر گریه کنیم، بیشتر ناله کنیم. حاج آقا من یه سوال شرعی دارم از من. تشریف بیارن کتابخانه زندان در خدمت. من ببین یه سوال این بود که حاج آقا من نگه با حیوانات سر کار دارم، بعد اون دنیا مدون این حیوانا نباشه بی مخاطب. من اجازه بدید تفسیر رو جفت کنم. برادر من دست من برادر. هنوز هیچی نشده فرشته خانم، تو این خونه قشون کشی را انداختن. معذرت من که نیستم. کی با تو بود؟ تو چه دقیقا قرقر میکنی؟ اینجا وای نسین قال کنین، صداتون میره بیرون، برین تو هم دیگر بکشین. آره حال مامانه نمیبینی؟ پس حتما منظورت منم دیگه. شما بودی همی گفتی هنرمنده هنرمنده، خدا رو شکر که امیر خان تو این خونه. بابا واقعیت‌ها رو که نمیشه پنهون کرد، هنرمنده دیگه. کی میگه هنرمنده؟ این دختره خجالت خورده آبرونم قورت داده. ای بابا بابا شوخی دارم میکنم من، شوخی سرتون نمیشه شما؟ الان موقع شوخیه تو این بحران؟ باریکلا بحرانم بلدی بگی؟ بله بلدم، بحرانم بلدم بگم. من اصلا خودم آخر بحرانم. این جلسه مال بحران نیست، مال چیه؟ انقدر بابا کلکل نکن، انقدر از من ایراد نگیرا. بابا تو نمیدونی داره چی داری میگی، میندازه تقصیر من. من یک کلمه گفتم به خاطر جمله آخر. سلام. حالا که شما گروه اومدی پای تلفن، میتونم خواهش کنم من قبلا روم نمیشد بالا چیزی رو بگم. یه دقیقه تشریف بیاریدم بده. میشه یه ذره بلندتر حرف بزنی؟ بله خواستم تو مزاحمتون نشم. یه لحظه تشریف بیاریم. میشه یه وقت دیگه مزاحم بشی؟ خیلی مهمه بابا. یه ذره یواشتر صداتون، تا هفت خونه و برتر داره میره. با کی داری صحبت میکنی؟ بابا جان من میگم سلام فتال خانم. سلام خوبم. خوبی؟ کاری داشتیم؟ بله خب خواستم بگم که پدر رو ملاقات کردم آقا رحیمو. خوب بودن سر حال، گفتن شخصا برسم خدمتتون، سلام مخصوص ایشون رو به شما برسونم. بگم هیچ مشکلی نیست. کار خیلی مهمتون این بود آقا تقی؟ نه یعنی بله ده. نه یعنی بله به وکیلم گرفتم که مشکلی پیش نیاد. چرا صاف و پوسکنده حرف نمیزنی؟ بله بچه روکتر باشه بهتره. چی بهتره؟ اینکه آدم حرف دلشو شجاعانه بتونه بزنه، بگه رک و پوسکنده حرفشو بزن. خانم فتان خانم قابل شما رو نداره، اگر اجازه بفرمایید امشب برای امر خیر خدمتون برسیم. شما هم تو این وضعیت وقت گیر آوردی یا؟ وضعیت اگه چشه؟ اگه وضعیت عادی باشه که آقا رحیم اجازه همچین جسارتی رو به من نمیده. خواهش میکنم بفرمه، تمنا میکنم. من شیفته مرام و اخلاق و رفتار و هوش و ذکاوت و دانش شما، خواهش میکنم این رو قبول بفرمه. فتان خانم، فتان سلام آقا تقی. تو اینجا چیکار میکنی؟ مقابله به مثل دشمن منو میپاد، منم اونا رو. چی؟ ببین خودتو به نفهمی نزن بیا بالا. چی؟ اعصاب منو خورد نکن بیا بالا. هیچ وقت گوش ندادی، هیچ وقت نفهمیدی. برو بگم برو. بالاخره نمیخوای بگی این کارا واسه چیه؟ ببینم مسابقه ای چیزی در پیشه؟ تا حالا نایده بودم به یکی اینقدر پیله کنی و عکسشو زرت و زرت بکشی. اوه ناکو منو میگم چه نقشه ای تو سرته؟ دوستت کیه؟ اون منظوری نداشتم،
چرا نمیدونستم این قضود احساساتی میشه؟ چرا این کمار به شکل آمد؟ سلام شازده بزن، این تا چه خبره؟ گلریزونه دیگه. گلریزون چیه؟ اگه نمیشنید دارن غزل عراقی رو میخونن؟ اه چه جالب، من فکر نمیگم تو زندون این کارو کنه. ای بابا آقا فرجان ما رو گرفتی ها. نه ما مخلص شما هستیم، قربون شما برم. برای هر کدومش باید 10,000 پیادش یا اینجا بیرون نیست مفبری کنی یا هرکی به هرکی باشه. هر کدوم از اینا 10,000 تومن باید بدین. آره دیگه، یه دونهشون میخوری 10,000 تومن میندازی تو اون دستمال برای گوریزون. با شما فرض کن ما خوردیم 10,000 تومن تو اون دستمال مربوطه ریختیم، کی هم چه قانونی گذاشته؟ قبلا شانظر این کارا رو تو زندان میکرد، اما الان مسئولش داعش شاغلان. شاغلان خودمون، همین شاغلان؟ از من میشنوی، بیا جای داعش دوغلوشو بگو خودتو خلاص جمع کن. بین بابا اصلا شکلات باسم زهر داره، بردار ببر. شما عجلتو بردی 10,000 تومن باسم شکلات؟ من که رنج بی شما را را دوستان یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه زندونی میخواد آزاد بشه، سفره اشپنه، دست کنین تو جیبتون، هر چقدر کرمتونه بریزید وسط. میخوام از این در که رفت بیرون دستش یه نامرد و نااهل دراز نشه. حبیب من همون 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 در میام از این میخبر. یه سال در به دری کشیدم تا پیدات کنم، یه سال چشم چشم نذاشتم، اثری ازش نبود و الا تا حالا هفت کفم پوزونده بود. اما حالا که پیداش کردم هیچی جلو دارم نیست، بالاخره میفهمم چی به سرت اومده. میرم جلو، عشق خود بابام بودی، مادرم بودی، داداشم بودی، دامه جسم بودی، نوکرتم بودی، داداش نوکرتم، داداش، داداش. چی شد داداش کلو؟ داداش قولت رو میریزم داداش، کاری به سرت بیارم که جنازت جناب بنک با قیافت رو دیده بود، اون رفت رو مگونش کردی؟ اون داره شنفته بود؟ اون داره شنفته بود؟ نامت، نامت میکشمت، بلم کنه میشمت، خیلی نامردی، ترسو بود بود، میکشمت، خیلی نامردی. به من آزارم رو میرسم، نرسه جان خودم از جواده نیمه، خیلی نامردی. شما بگیم بابا من قیافت میخوام. جانش کنی ببریم چقدر حالش بد بود، گیر داده به من. آقا من امنیت جانی ندارم، چرا حالیت نی؟ اینا عزمشون رو جذب کردن سر این فرشاده وزیر زیر آب کنن، یعنی منو. این هفته چه تو دهنت افتاده؟ هی هفته هفته میکنی، یه کارش کن دیگه. آقا خرج وکیل دادگاه برو، بیا گرونه دیگه. خب از اون حساب 20 آب بردار، هیچ چی نیست توش، خالیه. خالی خالی خالیه دیگه آقا. تقی به جون تقی، اینجوری نگام نکن آقا، طلباتم وصول کردم، رفت بابت خرج و ورج کاراتون. حقی دستم به دامنت، یه کار کن، گیرم. گاوداری رو با اجازتون یه دونگشو گذاشتم برای فروش. یه دونگو هستم، اب نداره. حل دیگه، بقیه‌اش هم ردیفه. رضایت داشته باشی، یه وکالتنامه بلاعز به من بده، مأمور بگیرم برم قال قضیه رو بکنم. این نسیج دامن هممونو گرفته. باشه، وکالتم میدم، فقط من از اینجا بیار بیرون. اون یه دونگ گاوداری هم قبل تو، خوبه؟ رو چشم، بله. باشه برو. با اجازتون. بجو. کل گاوداری رو گذاشتن برای فروش؟ بله، کل گاوداری رو، خونه، ماشین، املاک، همه رو. خب چه قیمتی گذاشتن؟ کنار میاد آقا، زیر عرف بازار میفروشه. خب ببینم، آقا رحیم الان کجاست؟ آقا رحیم؟ بله. آقا رحیم خلوت کرده، خلوت کرده، میخواد روحیش میزوشه. خیره، خبرهاییه؟ خیره، خیره، ایشالله اگه قسمت باشه میخواد سفر خونه خدا مشرف شه. به به،
بالاخره رسید اون روزی که بگیم حاج آقا رحیم باطنی. حاج رحیم باطنی. برای همین هم میخوان مالشون رو پاک بکنن. قبل سفر این برابر بدهی داشتن. گفتن مالشون رو صاف کنن بعد برن. خب اون وقت وکالتی چیزی به شما دادن؟ بله آقا، وکالت تام الاختیار و بلا از اموال منقول و غیر منقول شده. بفرمایید. ماشین خونه ما با دوستان یه صحبتی میکنیم، مشورتی میکنیم، بعد خدمت میرسیم. فقط یه مشکلی حاج آقا. آقا رحیم واسه این کار خداپسندانش دل تو دلش نیست، تعجیل داره. قدر زودتر لطفا. نگران نباش، انشالله با امید خدا تا فردا همه چی حله، درست میشه. انشالله تا فردا. نمیخواید بقیه رو ملاحظه بفرمایید؟ گاوداری رو نمیخواید ببینید؟ بفرمایید. ترسیدی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ اومدم بهت هشدار بدم. اینو رو برای چی گرفتی ریختی رو میز؟ برای چی چیدیشون اینجا؟ فهمیدم داری پاتو کج میذاری. من؟ آره تو. کفر منو داری در میاری با این جاسوس بازی ها؟ کی به تو اجازه داد بیای اینجا؟ کی گفت عکسارو میگیری برسی اینجا؟ نمیگی یکی میاد بارو میبینه؟ تو داشتی به اون دختره چی میگفتی؟ توقع داری بشینم و نگاه کنم؟ داری تمام زحمات منو به باد میدی. به درک چه زحماتت به هدر میره؟ تو نمیفهمی. تو هیچ چی نمیفهمی. با این بسخر بازی ها، با این کارایی بی خوده، برو تو کسی ما رو ندیده. بگم برو. اون یکی میگم شوهر هست. خودم خودم فقط خودم. بده ببینم مامان آخه کجا داریم؟ مامان جان قربونت برم. چی کار داره میکنه؟ فکر کنم مدارک هویت رحیم رو جمع کرده بود. به نظرت فایده هم داره؟ به هر حال از دست رو دست گذاشتن بهتره که. چرا وایسادین؟ برین دنبالش دیگه. خب تو برو دنبالش، وقتی اتفاقی براش نیفته. چرا همش منو میندازین جلو؟ مثل اینکه مادر شما هم هستا. من که نمیتونم برم. امیرخان همین الان زنگ زد، جریان و فهمیده داره با بچه ها میاد اینجا. شماها چی؟ منم عیا داره با بچه میاد اینجا. باید اینجا باشه. آها. تو چی؟ تو هم حتما خون بچه ها دارن میان دیگه. من آره من الان باید اینجا باشم چون بچه ها الان میان. من یکی باید باشه توضیح بده دیگه. من باید باشم چون از یه طرف بابامون رفته فیلش اندرسون گیر کرده، بعد از اون برم همچین یک کلاهبرداری مختصر کرده، بعد اگه کسی نباشه توضیح بده اینا میان پس میافتن دیگه، فاجعه میشن وقت. من باید باشم واقعا که. آره دیگه واقعا که. نمیتونم. وای مامان آخه چی داری میگی؟ نمیتونم بلند هوار بکشم که رحیم فلانه، که رحیم بهمانه و بیزاره، اونم با این همه دشمن که تو در و همسایه و فک و فامیل و دوست آشنا دارم. چه خبره اینجا؟ نمیدونم. خوشبختانه متهم اصلی دستگیر شده. مدرک برای کار رحیم آوردی. خواهش میکنم بفرمایید. این مردم اگه بفهمن شما همسر ای وضعی هستین به این مفتی دست از سرتون بر نمیدارن. کجا برم؟ خب من اومدم تکلیفمو معلوم کنم. شاکی شوهر شما هستن. جناب ما اومدیم همینو بگیم. درسته که شما فکر میکنین پدر من ای وضعیه، ولی نه، واقعیت اینه که پدر من باطنیه. اونی که در ظاهر ای وضعیه در باطن با من خودم هم قاطی کردم، نمیدونم چی دارم میگم. تو بیشتر گیجشون کردی، خودم توضیح میدم. از من میشنوید؟ شما زن ایوزی هستی؟ نه خیر آقا، خودم شنیدم. هیچ میچ ربطی به ایوزی نداره. آقا خودم شنیدم. آقای خانم ما زن ایوزیه. آقا خودش ربطی به ایوزی نداره. فقط اینجوری میتونه بکشه؟ بگو بکشه دیگه. این سرتو اینجوری بگی. تپوندی؟ بابا وایسا سر جات دیگه. بگو داد نزن، بگو بکش. اصلا فکر نمی‌کردم یه روز برسه که به این وضع تشر بزنم. آه دیگه تکونم می‌خورم. حالا این چشه که عکس آدما رو می‌خواد بکشه؟ عکس آدما رو نمی‌کشه، عکس شما رو می‌کشه. این قیافه چه جذابیتی داره که می‌خواد بکشه؟ واسه جذابیت نیست. با عکستون کار داره. دیگه هیچ وقت فراموش نمی کنم ماجراهای زمین پارک دشتو.
دوستم بچهشو سخت کرد. زن دوستش بچهشو از دست داد. کارش کشید به دیوونه خونه امین آباد. منم اونجا بودم. هر چی داشت و نداشت خرج زنه کرد، اما توفیری نکرد. چند وقت یه دنبال شماست. من؟ منتها نمیدونست قیافتون چه شکلیه. کلا بردار، مال مردم خور. بیا تفه به من میگینه رو بابا خودتو بجرد بیاره چیه میکنی عزیز من؟ اینجا زندانه خودتو بگیره جمع شد کن چوی نباشی خدا لعنتت کنه جردنت بشکنه شده. آقا جون کاری داشتی با من؟ اسباب زحمت شدم، نه عرضی نبود، میخواستم در رو باز کنید خدمت آقای نیازی برسم، دو کلام عرض ادبی داشتم اگه بزرگواری کنید. خب بوده برو انبار چقدر جمع شده، شما برو ببین تو منبع چقدر شیر مونده، شما برو این تراکتورها رو بکش اون ور، شما برو اون اولفه ها رو بردار جمع جور کن، برو کمکش کن شما، بادو باریکلا، شما هم بادو. قضیه چیه؟ سلام. اینجا چه خبره؟ داریم صورت اموال برمیداریم آش خانم. برای چی؟ برای خریدار جدید. خریدار؟ بله، مگه خبر نداریم؟ چیو؟ آقا رحیم تصمیم به فروش اینجا گرفته. کی همچی حرفی زده؟ آقا تقی داده وکالت هم گرفته. پس میخواد تمام مال و اموال رحیم و با حق حقوق من و بچه هامو یه جا بالا بکشه. کار کارم میدونشت خانم، خودتو ناراحت نکن مامان. آقا تقی کجاست؟ شما درست، ولی تو هم دیگه خیلی بدبینی. آقا تقی، آخ که اگه من بدبین بودم کلاف زندگی اینجوری از دستم در نمیرفت به جوبه به هم. اون از شوهره که چشم بسته قبولش داشتم رفت هوا آورد سرم. این از مال و منال هم که داره همینطوری جلو چشمم از کفم میره، این هم از شما ها که معلوم نیست چه مرگتون شده. مگه ما چمونه؟ هیچی، شما ها چیزیتون نیست. آقا تقی، فقط زهار و زندگی بابا تو داره جلو چشمت بار میکنه میبره، تو ککت هم نگذی. تقی تازه داری صداش هم میکنی، لابد اگه پاش بیفته جانبداریش هم میکنی. بله دیگه، ببین فتان بچه نشیا، از اینی که من دیدم یه شوهر شیش دنگ در نمیاد، فوقش خیلی کرامتش بکنه یه نیم دنگ شوهر تش بمونه. تقی اونطوری هم که تو فکر میکنی نیستش. من مرده تو زنده، دو تا چشم داشتم چهار تا هم قرض کردم، این شد عاقبتم. وای به حال تو که از هول حلیم به جای پا با کله داری میپری تو دیگه. مامان بی خیال، میشه اینقدر وارد معقولات نشی؟ خب پاشو بریم دیگه، نیستش. نه خیر، من همینجا میشینم، یکی باید باشه بالاخره جلو اینا رو بگیره. باشه تو اینجا بشین، من میرم تو محوطه یه چرخی بزنم شاید پیداش کردم. به همین خیال باش. این تقی که من دیدم الان تو بانک داره پولایی که تو این مدت لفت و لیست کرده رو میشماره، شاید هم داره یه بنده خدایی رو خام میکنه ببره عقدش کنی که بعد بتونه هبو زرش بیاره. حرفالیتون نمیشه که، کار خودتونو میکنین. فتان
فتا ترسم که به کعبه نرسی عربی. این ره که تو میروی به ترکستان است. کتاب مطالعه کن، معرفت چسبون. حد دست شما درد نکن حاج آقا. شما نمیدونید که دوستت هستن، به شما که میرسن مهربون میشن، به من که میرسن این افعی اینجوری نگاه میکنن قلب آدم وای میشه. نشانه رو بهشون اشتباه داده آرهم. حد هیزامت میکند ارواحی را، پاک میساز از دل اشباحی را. ویلا حدس تو آنجه قبول حق شود که دلت در نور مستقرق شود. آج آقا من اهل شعر و شاعری هم علاقه دارم، متعلان یه وضعیت یه بحرانی گرفتارم که اصلا کیف نمی کنم شما شعر میخونید. دست خودم هم نی حاجی، اینجا دوستات هستن چی بگم آخه، خیلی موضوع من. آج آقا رزاز به چعب زهر جا که رو کنند، باید رضای حق همه جا جستجو کنند. اول تنی که غرق گناه بود سالها، با آب توبه از دل و جان شستشو کنند. حاج آقا جسارت نشه، من هرچی میگم شما دو بیت شعر میخونید، یه کاری کنید، یه چاره بیندیشید، من بدبخت چه کار باید کنم؟ اینو بگید من به مقصد رسیدم. حاج آقا چاره نیست جز صراط المستقیم. بسیار خب، این صراط المستقیم الان چه خاکی سرم بریزم شما بفرمایید من انجام بدم. یعنی راستش بگی آره. حاج آقا فرمایش میکنن راستش نه، تو کلهشون نمیره حرف میزنی که. اینا خیال میکنن اون فرشاد عوضی رو گرفتن، بعد تا سرشو زیر آب نکنن ولکن نیستن، اصلا اهل حرف شنیدن نیستن. جوری هن اینا اینقدر بگو، اینقدر بگو چه باورشون میشه. شما دروغ گفتی، گناه کردی. دروغ ام المعاصیه، تاوان داری. من با قاضی صحبت میکنم، انشالله مشکل حل میشه. واقعا؟ حاج آقا دستت درد نکنه. این که الان فرمودین ام ال چی همین الان گفتین چی بود؟ ام ال ام المعاصی یعنی مادر گناه. ام ال ام المعاصی سینن یوساتمم. بله؟ الو سلام آقا تقی. فتان خانوم سلام، شما خوبی؟ مشکلی پیش اومده؟ نه، چطور مگه؟ هیچی دیدم صداتون گرفته. دارید گریه میکنید شما فتان خانوم؟ چی شده؟ خیلی بیمعرفتی. آقا من دلم هم نمیاد بهت بگم بیمعرفم، اما تو یه کاری کردی که من آبرون پیش خانوادم بره. چی شده مگه؟ اون عکس چی بود که افتاده بود تو دفتر؟ حتی من که اینقدر بهت اعتماد دارم شک کردم نکنه تو دستگیری بابا دست داشته باشی. الانم مامان داره اون عکس رو میبره آگاهی. آگاهی؟ فتان خانم منم مجبورم که باهاش برم. شما اصلا خودتو ناراحت نکن، گریم نکن. آقا تقی من به شما قول میدم خودم درستش میکنم. سلام علیکم. چی شده؟ سلام علیکم آقا غلام. روز بخیر. آینه یوان عزیز صدای من نداری؟ چون اینجوری من نگاه میکنه شما؟ نه بشه بده برو تو بیا. بشنوم کسی نفاق کشیده نکشیده ها، برو تو. به به آقای جلالی از این طرف. آقا من چیزای عجیبی فهمیدم. آقا چی فهمیدی؟ این آقایی که سفارش کردین مراقبش باشین فرشاد عوضی نیست. وضعش چطوره؟ خوبه، ولی یه عده‌ای هستن که بد جوری تشنه به خونشن. کسی مراقبش هست؟ ها؟ بله. اگه شما فرمایشی ندین من مرخص بشم از حضورتون. بفرمایید. وایسادو. بله.
نه نه رسیدم دم دفتر خونه. خب نه قطع کردم. خیلی خوب دیگه، به این ما رو به چه کاری با میداری؟ رفتم. در دسترس نیست. لطفا دوباره سعی کن. این تغییر زیایی رو شما چند وقته که میشناسی؟ دوروبر چند سال میشه؟ بیشتر ماما؟ نه دیگه، خب چند ساله؟ نه فکر کنم بالای چند سال باشه. تو چرا با من بحث میکنی؟ حالا دوروبر چند سال با بالای چند سال مگه چقدر فرق میکنه؟ حالا خلاف یه چیزی ازش دیدی؟ نه جناب، تو معرفت و صداقت و مردونگیش هیچ شکی نداشتیم و نداریم. این عکس شاید حلقه مفقوده باشه. آیا این مرد همین مرده؟ همین مرده؟ یا این مرده؟ فرشاد ایوازی میتونه عکاس عکس باشه. آتاقی خدای نکرده مشکلی پیش اومده. قربونت برم، وقت داره میگذره. آیا عزیزی عجله نکنید عزیز من، حالم خوش نیست دیگه. ممنون. چرا گوشیت خاموش بود؟ آخه خسته نباشی. تماس برقرار شد. آگاهی با مامان رفتی؟ با مامان اومدم خرید. میخواستم برای شما یه کادوی کوچیک بخرم، اما نمیدونستم چی دوست داری، چی لازمته. پس نمیتونید حرف بزنید، آگاهی هستید. میتونید گوش بکنید یا آهنگ رو؟ آره. بذار دست درد نکنه. اگر کسی دیگه هم خواست گوش بده، گوش بده. یه خب حرف بزن، سرشو گرم کن. مامان من چجوری سرشو گرم کنم؟ برام آهنگ گذاشته، فعلا اون سر منو گرم کرده ها. مرد شور خودشو ببرم با آهنگش. ببخشید اگه یه قدری تکراری. نه اصلا مهم نیست. الان که دارم این آهنگو گوش میکنم و یه حس جدیدی دارم توش کشف میکنم. واقعا شما کشف کردی؟ یه حس عجیب غریب مثل پرواز دو پرنده تو آسمون بی انتها. مثل دو پرنده تو آسمون بی انتها. آقا تقی، جناب آقای زیایی، آقا ما کار داریم، شما اونجا واسدید داره آهنگ گوش میدی؟ یواشتر آقای عزیزی. بابا جان انصاف داشته باش. کار دارم، کار واجب دارم. خب قربان خط و ردیابی کردیم، چیکار کنیم؟ چند تا از بچه ها رو بقیم به دنبالشون. یه بار دیگه میذاری گوش کنم؟ بله 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 بله، حتما حتما. گوشی؟ جناب زیایی عزیز، اگه میخوای آهنگ گوش بدی گوش بده، بذار ما بریم به کار زندگیمون برسیم. بگه نمیبینید من حالم خوش نیست، اصلا امروز معامله تعطیله. نه خیر آقا، شما اهل معامله نیستی. نه خیر، همون بهتر که آهنگتو گوش بدی. آقا پاشو پاشو بریم بریم، همون بهتر که شما آهنگتو گوش بدی. چی داری تو پشت سر هم میگی؟ من که نمیفهمم. این که داره به این قشنگی توضیح میده. شما که میفهمین بگو ایشون چی گفتن. میگه که اگه اجازه بدید این نقاشی ها رو پست کنه واسه رفیقش. اینا رو که چی بشه؟ شما در رو باز کنید، ما بیاییم بیرون واسه تون توضیح میده. درسته میگن آدم ها یکی هم، اما دوتا، یکی میگه برو یکی میگه نرو. اینقدر چیزای عجیب و غریب با این چشام دیدم که دیگه چشمام هرچی ببینه باور ندارم. به شما اعتماد ندارم. به این دو نفرم که امیه کار زندگی داریم ما رو نزد سر کارم اعتماد ندارم.
همش فکر میکنم همه عالم جمع شدن منو به پا. نه اون آدم مهربونه که میگه نروها، این آدم دقل کاری که میگه برو برو، همیشه منو میپاد. تو حالت خوبه؟ نه اصلا خوب نیست. ما ساکت شو دیگه، اینی که من میگم بهتره، گوش کن. بله اونجوری. ایوازی رو ندیدی؟ مگه تو اتاقش نیست قربان؟ انگار آب شده رفتی تو زمین، همه جا رو گشتم. کلاورداری تو زمینای پاکدشت، بی خانمان کردن یه مش آدم بدبخت و بیچاره‌ای که به خاطر خونه دار شدن دار و ندارشون گرفتی ریختی تو این شرکت ساختمانیتون. سربریز کردن داداش عزیز تر از جونم شو نظر رو تو جریان برج العربیه. خدا بیام و من نیتم و یادم اما دهان و یادم کنیم و بگم و تو که جدن و هزاران جرم و جنایتی که واقعا تو وصف نمیاد. اینایی که بهت گفتم قبول داری؟ آره آره نیستن آسان های آس کن من توضیح یا نیستن آسان. دهنش باز کن بیرم چی میگه. دست درد نکنه، به جون عزیزت به جون بچه‌م. من آدم یکی میگیم نیستم، من اشتباه گرفتیم بابا. این برج العربی هم اگه صاحب نداره که من میخوام بفروشمش. ته خلاف من این بوده که یه بار آب قاطی شیر کردم. خدا از سر تقصیراتم بگذره، من خدا اون برادرتو بیامرزه. ببین من نمیگم که من همچی کاری شما میگین دروغه، نه دروغ، یکی این کارو کرده، یه فرش عوضی هم شاید داشته باشین. من اون آدم دهنشو. بدون بچه‌م نیستم. داره بیشتر از کهانش دروغ دوای میگه. خلاف کن دیگه میگه. سادر نفت چه خبر آقا؟ همون نشدی مجلستون؟ دیشب شاغلام خواب داداشش دیده بود که طلبکارا خفتش کردن، گفتن بالا بری پایین بری، باید بدهی ما رو بده. یه گلریزون کوچیک رو انداخته یه پولی جمع کنه بدهی اون رو صاف کنه. همین گرفتی چی میگه؟ آره گرفتم. مادر اون گلا رو داغون نکن آخه، به سر جوش به اونا چی کار داری؟ نریزه اون شیرین یا زمین. ایوات خدا ناراحتی ماما؟ میخواستی خوشحال باشه؟ نمیبینی خونه رو کردن میدون جنگ؟ حالا تا کی بعد منتظر این تلفن بشینی؟ خوبه خودت بودی شنیدی که گفت بعد باشین خونه تا خبرتون بدم. آره بودم. خب چرا میبرزی دیگه؟ خب چرا ناراحت میشی؟ ای کلک به خاطر باباستا. کی برای بابات ناراحته؟ از این نگرانم که اگه خدای نکرده رحمان و رجب و افسانه با بابات آشتی بکنن تمام مدت دیگه بچه هاشون برای دل منم. زبونم لاله اگه هر روز بخوان اینا رو بردارم بیارن اینجا که من سرسام میگیرم. وا ماما. والا جان شما. کلاهبرداری، نامردی، بیمرامی، فروش برج العربیه، جرم، جنایت، پاشوندن کلی خانواده، در به در کردن زن و بچه های مردم. بازش کن. قبول داری این همه بلا سر مردم آوردی؟ آره قبول دارم. قبول داری هر بلایی سرت بیاد حقته؟ اونم قبول دارم. قبول داری خونه 50 نفر مثل تو جای خونه به ناحق ریخته شانزه رو نمیگیره؟ 50-60 نفر آره قبول دارم. آخرین دفاع، اول وکیل مدافع. درست یه خبطی کرده ولی اگه جا داره خونش بگذار. نمیگذارم. وکیل مدافع اشکالی نمیبینه، نگذاریم. تا چی؟ من بگم واقعا ببینید من فکر بگم همش تقصیر این ام الماسیه. کارا رو انجام دادم، قبول دارم. آقام خدا بیامرز یه شعری همیشه یادش بود میگفت، من اون موقع معنیشو نمیفهمیدم اما حالا دیگه فهمیدم. گناه کردم، گردم از اون ششتریه، از اون مسیره باریکتره، قبول. ولی انصافه جون مادرت، انصافه. من به خاطر یه دروغ مصلحتی سرم از دست بدم. ناراحت نشین دور خدا. ببین واقعا منظورم به شما نیست، به اون بالا سری میگم که صدامو میگم میشنوه، میگن از رگ گردن کجاست، از اینجا تو کتابش نمیشه رگ گردنم نزدیکتره. مدان نمیدونم چه بدبختی دچار شدم، سرشون ولی کرده اصلا نگاه نمیکنه، حرفامو نمیشنه، به من بدبختی ولی کرده. به امان خودش شاید هم تقصیر خودمه. بدون وقت دفاعی تموم شد. چشم. ترجمه دبیر منصوری رو میخواستم. قلعه علموتش بزیون ها دیدی؟ این چیه؟ وصیت‌نامه.
بنویس، احتمالا با اون همه پولی که خوردی ورثه خور داری. واقعا؟ آره؟ جلالی جونم آج آقا چیزی شده؟ خواستم اینم آقای ایوز اینجا نایمدن؟ آقای ایوز منظورت همان رحیم باطنیه؟ بله اینجا نیستن؟ نه ما چیزی شده؟ همه جا رو گشتم هیچ جا نیست بعد جوری نگرانم کردی؟ سلولان گردن کلفتا رفتی اگه منظورتون شاه غلامه مجلس گلیزون گرفته بود گل ایزون؟ حالا بخواییم چیکار کنیم؟ این رست به ماست دوتا تیغ به رگات میخوره یه ساعت بعد جنازتو همین از اینجا دفن میکنه بی سکینه این جایی چون میفته تو زندون آقای ایوزی طاقت زندان رو نداشته واقعا؟ بچه ها باش نیازی داره میاد آدیش کن پتر رو بنداز بخون پتر جنبوری بخون شما قدم و کرم حاج آقا به گلریزان اجماعا صلوات اللهم صل على محمد آل محمد شما ادامه بده بخون حبیب من نخون برادر من برای آزادی یک زندانی چند بار مجلس گلریزان میگیرم زندانی ما فرق میکنه چه فرق میکنه شانزر داداش من بوده ما باید یک کاری بکنیم پول جمع کنیم جمع و جور کنیم اینجا بریم پیداش کنیم اینطور که معلومه شما روی قبری جریه میکنیم که مرد توش نیست درست فهمیدم نه درست نفهمیدم چرا یعنی فهمیدم بالاخره درست فهمیدم یا نفهمیدم شرز کنم مثل این که با آقایان باید با زبان خودشان حرف زد میچشی چنار یا بچشم چنار شغل هم البته احترام حاج آقا به ما واجبه حتما ریجی در کفشتانه که مجبورید احترام بذارید خودتون راه باز کنید چشم شغل بفرم این الانسان لفی خوست به درستی چه انسان در حال زیانکاری است شما اشرف مخلوقاتین تطهیر کن درونو سعی و تلاش کنی به کمال الهی میرسی اینجا مثل دانشگاه میمونه برای شما مرور کن ببین برای چی تو رو آوردن اینجا این رفتار شماست شاخشونو میچشه این ظاهر شماست این چیه؟ مهد کودک اینجا؟ بفرما اینم بهداشت شماست این چیه شماست؟ آدم محصیر میکنه خدا آخر آقابت همه بخیر بیا آقا را ببر مربا بچه ها اطلاع دادن عکاسی که عکس رو چاپ کرده متعلق به خانومی به نام مائده ایوزیه بله پشت در دفتر اسناد هستم شما هم تشریف میارین؟ بله چشم آقای زیایی؟ بله جناب عالی ایوزی رو میشناسی؟ ایوزی؟ من نیستم سوی تفاهم پیش اومده شما افسر موفقت رو تماس بگیرید تو گوشیم در جریانم بله چوی مرتبم یا من نیستم عوضی گرفتید آقا ایوزی من نیستم که خیلی خب بفرمایید الان همه چیز مشخص شد سلام قربان به همکاراتون بفرمایید که من اون کسی که دنبالشن نیستم ایوزی من نیستم بله میدونیم که شما فرشاد ایوزی نیستی و اونو خیلی خوب میشناسید فقط توقع دارم تا دیر نشده محل اختفاشو به ما بگید من نفهمیدم من ببین فقط با دستگیری اونو که میتونی ادعاتو ثابت و ادعای منو قبول دارید که من فقط سجل تقلبی با آقا رحیم دادم من فرشاد ایوزی چه میدونستم کیه چه میدونستم یه همچین آدم عجیبیه داره دیر میشه ها مطمئن باشید اون تا پول گیرش نیاد از جاش تکون نمیخوره بفرمایید من در خدمت شما Thank you.
به چعبه گفتم تو از خاکی من از خاک، چرا باید به دور تو بگردم؟ ندا آمد تو با پا آمدی، باید بگردی. برو با دل بیا تا من بگردم. برازندت قبولش. آقای فرشاد ایوازی؟ بهشون بازداشت هستم. پیاده شید خانم. بله؟ بله صداتون نمیاد. بابا یه ذره یواشتم هم بفهمم کیه. بفرمایید. بله بله خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، زحمت کشید گرفتنش. او عوضی نکبتی رو گرفته. آره ماما. آقا تو عکاسی باش آشنا شدم، گفت تور مسافرتی داره جایزه میده. رفتم نمیدونم چی شد که یهو چشوا کردم دیدم تو کشور عربی با چند نفر وایسادم دارم عکس میگیرم. پشتم هم برج العربیه بود. بعدم میگفت یکی از آدمای تو عکس کشته شده. منم ترسیدم. اینجور که تحقیقات میگه شگرد مائده ایوازی اینه که نزدیکترین شخص با آدمهای ثروتمند رو انتخاب میکرده و با استفاده از نقطه ضعف اونا نقششو پیش میبرده. اشتباه کردم حرف دلمو بهش زدم. گفت کمکت میکنم با دختر آقا رحیم وصلت کنی. هر روز کشته شدن طرفو به رقم میکشید که برادرش دنبال قاتلشه. عکس منو ببینن شک نمیکنن که من قاتلم. آقای جوری تشبیهین. دوستان دقت بفرمایید. اتوبوس بیرون حاضره، خدافظیاتونو بکنین تشریف بیارین. بفرمایید. دیگه مسی آخرشه. دوتری که آره ما بریم حوصله تای اتوبوس رو ندارم. زنده باشید. بفرمایید. بخواد دیگه نمیخواد زحمت بکشید. ما که داریم میریم ولی دو زار از زندگیمون نمونده. تو رو خدا نگاه کن. الحمدلله انقدر مونده که بیشیله پیله بتونی یه کاسه بی آب رومنده جمع جو بر خودت را بدی. ناشد نیستم، بلکه مال زندگیمون پاک شد، ولی برگردم یه تغییر بسازم که اون برش نپیدم. حالا تو برگرد. انتقام همه بدبختیاتو میگیرم ازش. اجاق کورید. مرگ بچه هم. سکته ننه هم بی آب روی آقا. برگردم مغازم حلا. آمون شکل نوایی گلم بشن. نه ترس. خدا گفته حق دادنی میگرفتنیه. با نکش دستم را گوش بذار ببینم کدومه. اونه؟ آقا میگه اونه. زود میام. بخند دیگه. سلام. تو اینجا چه کار میکنی؟ میگه این ایوازی نیست، ایوازی دستگیر شده. میفهمم چی میگه. خب بفرمایید دیگه. رجب جون اون چک 2 میلیون رو نگه داره. دیگه تا من برگردم اجرا نداره، ثواب داره. بابا یارو پول نداره. از اگه خودت تونستی پاس کن. پاس کن من میام جبران میکنم قربون شکل ما. بریم دیگه بچه. نگران نباش. باشه رسیدی خبرمون کنی. بابا سوغاتی ها نترش. آخی خدا بخواد میخواییم حاجی بشیم.